برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایسی ایتالیا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر نوری، دلیل رفتار دوگانه طالبان که از یک طرف متعهد می شوند که حقوق پیروان و سایر ادیان و مذاهب را به رسمیت بشناسند و از سوی دیگر این چنین برخورد می کنند چیست و آیا امکان تغییر رویکرد طالبان وجود دارد؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم شبکه امام حسین. در ارتباط با سوالی که مطرح ساختید، این خبر واقعا خبر ناراحت کننده هست. البته این اقدامات از سوی طالبان علیه مذاهب غیر حنفی در افغانستان که پیروان مذهب شیعه جعفری را و شیعه اسماعیلی را حالا شامل میشه، اقدامات علیه شیعیان در افغانستان از آغاز روی کار آمدن طالبان شروع شده و چنانچه پارسال بود که فرمانی از سوی وزیر تحصیلات طالبان نیز مطرح شد که در دانشگاه‌های افغانستان مضامینی که مربوط به شیعیان است و اینا حذف شود و فقه شیعه جعفری در دانشگاه‌ها تدریس نشود و همچنین محدودیت‌های در زمان روی کار آمدن طالبان علیه شیعیان به مرور زمان وضع شده، از جمله محدودیت هایی که در مورد برگزاری مراسم محرم و امثال اینها بود. بله. و این در راستای همون اقداماتی است که به صورت سیستماتیک دارن محدودیت های وسیعی را علیه پیروان دیگر مذاهب از جمله شیعیان در افغانستان دارن طالبان وضع می کنند. بله. و ببینید، من می خواهم اینجا مطلب را از اینجا شروع بکنم. پیروان مذاهب در هر کشوری که باشد باید باورهای مذهبی خودشان را آموزش ببینند. این حقشان است. یعنی شما در تمام کشورهای اسلامی که یک اقلیت از مذاهب اسلامی دارند، مثلا یک کشوری که اکثریتشان اهل سنت باشد و یک اقلیت از شیعه در اونجا زندگی بکنند مانند افغانستان، یا اکثریتشان شیعه باشد و اقلیتی از اهل سنت در اونجا زندگی بکنه، پیروان اون مذاهبی که در اقلیت هستن در تمام کشورهای اسلامی از این حق برخوردار هستن که فرزندانشان طبق آموزه‌های مذهبی مذهب خودشان تربیت شوند و آموزش ببینند. اما متاسفانه در افغانستان طالبان این حق مذهبی و این آزادی مذهبی را از پیروان مذهب شیعه جعفری سلب کرده است. نمونش همین دستور جمع‌آوری کتاب‌هایی که مخالف فقه حنفی هست از کتابخانه‌ها و مراکز آموزشی کشور. ممنونم از شما. و این کتاب‌ها دیگر کتابی عمدتاً کتاب‌هایی که از نظر اونها مخالف فقه حنفی هست و مخالف باورهای فقه حنفی هست، کتاب‌های فقه جعفری هست. بله. غیر از این حالا کتاب دیگه‌ای که در این کتابخانه ها وجود نداره. بله. و دارن کم کم اثر بر پیروان فقه جعفری در افغانستان تنگتر میکنن. متشکرم از شما دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایسی ایتالیا.